درود بر شما بینندگان گرامی شبکه جهانی پارس. من لیلا هاشمیان هستم و در این ساعت با خبرهایی از ایران و سایر نقاط جهان در خدمت شما عزیزان خواهم بود. نخست مرور خواهیم داشت بر خلاصه ای از مهمترین خبرها. شاهزاده رضا پهلوی درباره خطر تداوم جمهوری اسلامی ایران در مسیر ویرانی و فلاکت ایرانیان هشدار داد. خامنه ای هشدارهای نظامی را جنگ روانی دشمن برای ایجاد ترس و عقب نشینی دانست. محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران در واکنش به موج انتقادها از پزشکیان خواستار ادامه حمایتها از رئیس جمهور جدید ایران شد. رئیس جمهور آمریکا گفت انتظار دارد در صورت دستیابی به توافق آتش‌بس در غزه ایران از حمله احتمالی به اسرائیل خودداری کند. آمریکا به دنبال تشدید تحریم‌های نفتی و کاستن از حجم صادرات نفت ایران است. یک گروهبان آمریکایی به دریافت 42 هزار دلار برای فروش اطلاعات نظامی به چین اعتراف کرد. پنتاگون گفت که 8 سرباز آمریکایی در یک حمله پهپادی به یکی از پایگاه‌های نظامی ایالات متحده در سوریه زخمی شدند. و آمریکا فروش 20 میلیارد دلار تسلیحات نظامی به اسرائیل را تسویق کرد. توجه شما را به مشروع خبرها جلب می کنم. امروز چهارشنبه 14 آگوست 2024 میلادی برابر است با 24 مرداد سال 1403 خورشیدی. شاهزاده رضا پهلوی روز سه‌شنبه 22 مرداد با انتشار پستی در رسانه‌های اجتماعی نوشت انتهای مسیری که جمهوری اسلامی می‌رود، ویرانی ایران، فلاکت بیشتر ایرانیان و به خطر انداختن تمامیت ارضی کشور است. او با اشاره به اخبار و تحولات این روزهای ایران افزود جمهوری اسلامی در حالی برای اسرائیل و آمریکا رجز می‌خواند و به بهانه حزب رهبر یک سازمان تروریستی بر تبل جنگ می‌کوبد که از تأمین آب و برق و سوخت و نان مردم ایران عاجز است. شاهزاده رضا پهلوی همچنین با ابراز نگرانی از مشکلات معیشتی اقشار مختلف مردم ایران نوشت روزها و هفته هاست که کارگران و بازنشستگان بخش‌های مختلف، پرستاران و کادر درمان، کشاورزان، پیمانکاران و کامیونداران در سراسر ایران در اعتراض و اعتصاب به سر می‌برند، اما رژیم بی‌کفایت دوست‌دالار از برآورده کردن خواسته‌های به حق آنها هم ناتوان است. او با بیان اینکه ایران کشوری با منابع عظیم ثروت و نیروی انسانی متخصص هرگز نباید مشکلی برای تأمین نیازهای اولیه و روزانه مردم خود داشته باشد و کارگر و کارمند نمی‌بایست در خیابان‌ها به دنبال حقشان باشند، خاطر نشان کرد که اینها کمترین وظایف یک دولت ملی و کارآمد در ایران است. جمهوری اسلامی اما نه ملی است و نه کارآمد. ایران برای این رژیم به مثابه غنیمتی است که تصرف کرده تا از طریق آن خلافت اسلامی مخرب خود را به تمام منطقه و جهان گسترش بدهد. شاهزاده رضا پهلوی در پایان در پیامی به نیروهای نظامی و انتظامی و امنیتی، کارمندان و مدیران دستگاه اداری و به آن بخشی از جامعه که هنوز به خاطر اعتراضات مذهبی در کنار این رژیم ایستاده است افزود به جای ایستادن روبروی ملت ایران روبروی رژیم بایستید. پیش از آن که جمهوری اسلامی میهن ما را به پرتگاه نیستی فرو بیندازد در کنار ملت ایران جمهوری اسلامی را به زباله‌دان تاریخ بیندازید و برای استقرار دوباره دولت ملی در ایران بکوشید که این برای شما، خانواده‌تان، ملت بزرگ ایران و کشور باشکوه ایران بهتر است. خانواده آرزو بدری، زن 31 ساله‌ای که شامگاه اول مرداد به دلیل رعایت نکردن حجاب اجباری در خودروی شخصی هدف گلوله پلیس قرار گرفت، برای رضایت دادن تحت فشار حکومت قرار گرفتند. دادگاه رسیدگی به شکایت خانواده درباره وضعیت این زن جوان که به نخاعش آسیب جدی رسیده و همچنین در بیمارستان ولیعصر تهران بستری است قرار بوده که تا این هفته برگزار شود. برخی افراد نزدیک به خانواده بدری از طریق
از طرف نهادهای اطلاعاتی و امنیتی به منظور بازپرسی، سکوت و اعلام رضایت احضار شدند. آرزو بدری روز اول مرداد امسال و هنگامی که بعد از اتمام کار در شهرستان نور استان مازندران با خواهرش به سوی خانه می رفت، با بازرسی پلیس مواجه می شود. آنها خود را در جاده خاکی متوقف می کنند، اما پلیس به سویشان شلیک می کند. بر اثر این تیراندازی آرزو از ناحیه کمر هدف اصابت گلوله قرار می گیرد. برای خودرویی که آرزو بدری سرنشین آن بوده، به دلیل رعایت نکردن حجاب اجباری حکم توقیف صادر شده بود و پلیس از عقب سمت راننده به خودرو شلیک کرده است. رهبر جمهوری اسلامی در تازه‌ترین اظهارات خود گفت که دشمن با بزرگ نمایی توانایی های خود در جنگ روانی به دنبال ایجاد ترس و عقب نشینی در عرصه نظامی است. علی خامنه ای روز چهارشنبه در دیدار با جمعی از مقامات جمهوری اسلامی گفت عقب نشینی غیر تاکتیکی چه در عرصه نظامی و چه میدان سیاست غضب الهی را به دنبال دارد. بیفزود از ابتدای انقلاب بدخواهان ایران خواستند که به ما القا کنند که از آمریکا، انگلیس و اسرائیل بترسیم. اظهارات رهبر جمهوری اسلامی دو روز بعد از آن مطرح می شود که سران سه کشور اروپایی فرانسه، بریتانیا، آلمان از ایران و گروه های متحدش در منطقه خواستند که علیه اسرائیل حمله ای انجام ندهند، زیرا چون این حمله ای موجب تشدید تنش های منطقه ای و به خطر افتادن آتش بس احتمالی میان اسرائیل و گروه افراطی حماس خواهد شد. محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران در واکنش به موج انتقادهای بسیاری از چهره‌های سیاسی از کابینه پیشنهادی مسعود پزشکیان خواستار ادامه حمایت‌ها از رئیس جمهور جدید ایران شد. البته خاتمی از پزشکیان هم خواست به 50% که در انتخابات شرکت نکردند و چندین میلیون نفری که رأی سلبی دادند توجه جدی داشته باشد. خاتمی این سخنان را در حالی روز 22 مرداد در جمع مشاورانش بیان کرده که فهرست پیشنهادی پزشکیان به مجلس با انتقاد بسیاری از چهره‌های سیاسی به ویژه اصلاح طلبان و حتی برخی اعتدالیون مواجه شده است. آنها بر این نظرند که حضور برخی از چهره‌های سیاسی و نظامی در کابینه پیشنهادی به مجلس که به جریان اصولگرایی تعلق دارند در راستای خواسته های افرادی نیست که به پزشکیان رأی دادند. اما خاتمی بر این نظر است که کابینه پیشنهادی پزشکیان نباید موجب ارزشیابی های شتاب زده و نومیدی شود و همچنین از منتقدان خواست که به وادی انتقاد سخت و مخالفت نیفتند. او با اشاره به برخی از وعده های انتخاباتی پزشکیان تاکید کرد که اصلاح طلبان باید این موارد را از رئیس جمهور جدید بخواهند. خاتمی گفت وقتی ایشان میگوید طرح نور طرح سیاهی است، طبعا جلوی آن خواهد ایستاد. وقتی آنچه را در جامعه دانشگاهی و برهیخته می گذرد نمی پسندند، می کوشد که آنچه درست است و مورد پسند آنها عملی شود. خاتمی در ادامه سخنان خود با درخواست برای درک موقعیت پیچیده و خطیر کنونی و برخورد واقع بینانه و مبتنی بر اطلاعات درست و انصاف گفت از ایشان یعنی پزشکیان انتظار معجزه در هر شرایطی نداریم. سازمان حقوق بشری هنگا گزارش داد که دست کم 8 فعال زیست محیطی اهل گیلان غرب در استان کرمانشاه به دست ماموران اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بازداشت شدند. به گزارش هنگا، محمد پروین، ماریا خانی، جهانگیر آزادی، لطف الله پرویز، حمید رضا رحیمیان، سلمان پرهان، علی فرج خانی و مصطفی رستمی بامداد روز سه‌شنبه با خشونت بازداشت شدند. درباره اتهامات و محل نگهداری بازداشت شدگان تا کنون خبری منتشر نشده است. به گزارش هنگا، بازداشت شدگان از فعالان کارزار نجات زاگرس هستند و در مهار آتش‌سوزی های اخیر در جنگل های منطقه نقش فعالی داشتند. بینندگان عزیز، در لحظه توجه شما را به پیام‌های بازرگان می‌جویم. سرشناس‌ترین وکیل جامعه ایرانی دکتر کامران یدیدی، تصادفات اتومبیل، موتورسیکلت، صدمات بدنی، حمله حیوانات، زمین خوردگی،
در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی کادر قدرتمند ما برگ برنده شما بر ضد شرکت‌های بیمه خواهد بود. فقط و فقط یک نام، دکتر کامران یدیدی. 818-999-99-99. معتبر، برا. جواهری پارس با مدیریت مسعود افلاطونی، شنبه ها ساعت 13 به وقت لس آنجلس، 818-377-31، 818-344-5050، از شبکه جهانی تلویزیون پارس. به هیچ وجه نگران فروش خانه، باغ، ویلا و یا دیگر اموال خود در هر نقطه از ایران نباشید. این کار در تخصص وکلای ماست. شماره تماس 818-577-77-59-7، روز هفته 24 ساعته. توجه شما را به ادامه خبرها جلب می کنم. سلماز حسنزاده از خانواده های دادخواه و خواهر محمد حسنزاده از جانباختگان اعتراضات سراسری سال 1401 در بوکان روز سه‌شنبه 23 مرداد با تودیع قرار وثیقه 500 میلیون تومانی به طور موقت و تا زمان پایان مراحل دادرسی از زندان ارومیه آزاد شد. به گزارش پایگاه خبری کردپا، آزادی موقت سلماز حسنزاده بعد از گذشت 14 روز دستگیری و 8 روز اعتصاب قضا در سلول انفرادی ارومیه رخ داده است. بر اساس گزارش ها، سلماز حسنزاده در تاریخ 9 مرداد سال 1403 در حالی که به همراه پدر خود در تلاش بودند که به مناسبت سالروز تولد محمد حسنزاده مراسمی را برگزار کنند، توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند. احمد حسنزاده یک روز بعد با تودیع وثیقه 4 میلیارد تومانی آزاد شد، اما سلماز حسنزاده به زندان ارومیه منتقل شد. سلماز حسنزاده از روز سه‌شنبه 16 مرداد در اعتراض به تداوم بازداشت و بلاتکلیفی خود و همچنین محرومیت از امکان برقراری تماس و ملاقات با خانواده دست به اعتصاب قضا زده بود. 180 تن از کارگران پتروشیمی کاویان، رایان پلیمر و دی پلیمر آریا در اثر طی هفته گذشته به دلیل استفاده از مواد غذایی ناسالم دچار مسمومیت غذایی شده و به بیمارستان منتقل شدند. یکی از کارگران مسموم شده جان خود را از دست داد و دست کم 10 تن دیگر همچنان در بیمارستان بستری هستند. خبرگزاری ایلنا در گزارشی با اعلام این خبر نوشت که همکنون 2 تن از پرسنلی که در بیمارستان بستری هستند وضعیت نامناسبی دارند و پلاکت خون آنها کاهش یافته است. یکی از کارگران این مجموعه درباره مسمومیت کارگران به ایلنا گفت که روز چهارشنبه هفته گذشته صبحانه تخم مرغ به کارگران داده شد و بعد از آن علائم مسمومیت مانند تب و لرز و استفراغ در میان آنها شروع شد. به گفته این کارگر، در پی نخداد 180 تن از کارگران به دلیل مسمومیت به مجتمع‌های درمانی جم، کنگان و استان پارس مراجعه کردند. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه 13 آگوست گفت که انتظار دارد در صورت دستیابی به توافق آتش‌بس در غزه، ایران از حمله احتمالی به اسرائیل خودداری کند. وی با ابراز نگرانی از این حمله و پیامدهای آن بر توافق آتش‌بس و آزادی گروگان‌ها در غزه گفت: دستیابی به توافق سخت‌تر شده، اما او تسلیم نخواهد شد. رئیس جمهوری ایالات متحده در پاسخ به این سوال که آیا انتظار دارد ایران در صورت دستیابی به توافق آتش‌بس از حمله تلافی جویانه خود به اسرائیل خودداری کند، گفت: این انتظار من است. خواهیم دید که ایران چه می کند. خواهیم دید چه اتفاقی می افتد. اسرائیل و آمریکا طی روزهای گذشته نسبت به حمله قریب الوقوع ایران به اسرائیل هشدار داده و گفتند که ارزیابی‌های اطلاعاتی حاکی از تدارکات نظامی برای حمله به اسرائیل است. با این حال مشخص نیست که ابعاد این حمله چه خواهد بود. یکی از مقامات آمریکایی در این باره گفت: ایران و حزب الله نمی‌دانند چه کنند. برنامه‌ریزی‌هایشان زیادی در حال انجام است، اما هنوز تصمیمی گرفته نشده و رهبر جمهوری اسلامی هنوز دستور نهایی برای انجام این حمله نداده است.
یک سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا اعلام کرد که با توجه به اینکه جمهوری اسلامی به تشدید تنش‌ها در منطقه ادامه می‌دهد، واشنگتن طرح‌های جدیدی برای کاهش درآمدهای نفتی تهران دارد و با هدف فشار بر جمهوری اسلامی و کاهش صادرات نفتی ایران با شرکای خود همکاری خواهد کرد. این مقام وزارت امور خارجه آمریکا به پلیتیکو گفت به دلیل تحریم‌های کانونی تهران ناچار است به منظور دور زدن تحریم‌ها هزینه‌های سنگینی را برای واسطه‌ها، پولشویی و سایر موارد پرداخت کند. و افزود ارزیابی این است که در حال حاضر جمهوری اسلامی تنها می‌تواند بخشی از درآمد فروش نفت را به دست بیاورد. این سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا تأکید کرد که تلاش‌های جدیدی برای کاهش جریان‌های مالی تهران روی میز است و با ادامه تشدید تنش‌ها در منطقه ما با شرکای خود برای فشار بیشتر بر ایران و کاهش صادرات نفت آنها همکاری خواهیم کرد. یک گروهبان ارتش آمریکا که به اطلاعات طبقه بندی شده نظامی آمریکا دسترسی داشت در دادگاه تمام اتهامات مربوط به فروش اطلاعات نظامی به چین به مبلغ 42,000 دلار را پذیرفت. داستانی میگوید او با فروش این اطلاعات امنیت ملی آمریکا را به خطر انداخته است. به گزارش فاکس نیوز، وزارت دادگستری آمریکا اعلام کرده که کوربین شولتز، گروهبان سابق ارتش آمریکا که تحلیلگر اطلاعات نظامی بود و در اسفند ماه گذشته به اتهام جاسوسی بازداشت شده بود، روز سه‌شنبه 23 مرداد در دادگاهی در نشویل اتهامات خود را پذیرفت. او که به اطلاعات محرمانه و سری دسترسی داشت، به توطئه برای دسترسی و افشای اطلاعات دفاع ملی، اطلاعات فنی، اطلاعات محرمانه نظامی و پرداخت رشوه به یک مقام دولتی متهم شده بود. بر اساس مدارک دادگاه، شولتز اطلاعات طبقه بندی شده را به فردی در هنگ کنگ منتقل کرده که تصور می شود با دولت چین مرتبط است. این اطلاعات شامل سامانه های دفاع موشکی و توپخانه سیار بوده است. شولتز همچنین متهم به فروش اطلاعات مربوط به هلیکوپترهای نظامی و موشک های جنگنده های F-22، اطلاعات نظامی آمریکا درباره درس هایی که از جنگ اوکراین آموخته، اطلاعات نظامی محرمانه آمریکا از اقدامات نظامی چین درباره تایوان، راهبردها و تاکتیک های دفاعی آمریکا در رابطه با تایوان و همچنین اطلاعات مربوط به رزمایش های آمریکا در کره جنوبی و فیلیپین است. اگر دادگاه شولتز را به حداکثر مجازات برای همه اتهامات خود محکوم کند، او 65 سال زندان را سپری خواهد کرد. میلان گارشمن بعد از چند پیام بازرگانی با ما باشید. With Sam, I think it was the best decision I ever made. He really helped me out, and he has really helped me out. So he's not too busy for me. He even gave me his cell number. دفاتر سامان هیدری، وکیل تصادفات در دو ایالت کالیفرنیا و لاس وگاس. My experience with calling Sam was very helpful because they're excellent. 818-818-0707. Him and his entire team is very professional. He leads a good group of people here, and I felt really safe and at home with them. He was very efficient in handling my case, and I would definitely recommend anyone for an injury of any kind to offer their assistance. HeyDaddyLawGroup.com. وست ساید مدیکال فارمسی در 11968 ویلشر بولوار در خدمت جامعه ایرانی. داروخانه وست ساید مدیکال به مدیریت دکتر سویل کاتوزی با همکاری تکنیسیان‌های مجرب و ارائه واکسن‌های روز. تحویل رایگان دارو به منازل شما در همه مناطق به خصوص بیورلی هیلز، ولی، وست الی و سانتا مونیکا. دوشنبه تا جمعه 10 صبح تا 5 بعد از ظهر. تلفن 310-441-1200. داروهای گیاهی دکتر سهراب خوشبین نیز
در وست ساید مدیکال فارمیسی موجود است. به به، هیچی مثل دوغ بیبلوس نمیشه. یادتونه قدیما میرفتیم لب چشمه، درک دربند، چلو کباب سفارش میدادیم، غذا به همون نمیچسبید تا اون دوغ محلی و طبیعی رو مینوشیدیم. الانم تنها دوغی که کاملا به یاد دوغای خونگی خودمون میندازه دوغ بیبلوسه. سالم، کاملا طبیعی، خوشتم، تهیه شده از ماست و شیره بدون هورمون و مواد افزودنی. امتحان کنین، خودتون تایید خواهید کرد که هیچ چیزی مثل دوغ بیبلوس نمیشه. ایرانیان عزیز ساکن آمریکا و کانادا، برای رفع مشکلات حقوقی شما در ایران با منوچهر معتمر، مشکل حقوقی شما حل شدنی است. فروش املاک شما در ایران جهت ایرانیان خارج از کشور، اخذ اجازه اوفک پیش از فروش املاک، انجام کلیه امور حقوقی مربوط به دادگاه‌های حقوقی و تجدید نظر در دیوان عالی کشور، دریافت شناسنامه، گذرنامه، تنظیم وکالتنامه، اعم از کاری و فروش، ثبت رسمی ازدواج و طلاق شرعی. با منوچهر معتمر، مشکل حقوقی شما در ایران حل شدنی است. تلفن 949-202-7288. خوشبختانه همه چی قانونن درست شد. خبرها را دنبال میکنیم. پنتاگون با صدور اطلاعیه‌ای گفت که 8 سرباز آمریکایی در یک حمله پهپادی به یکی از پایگاه‌های نظامی ایالات متحده در سوریه زخمی شدند، رویدادی که چند روز بعد از حادثه به طور رسمی اعلام شده است. پنتاگون اعلام کرد که آنتونی بلینکن، وزیر خارجه ایالات متحده، فروش جت‌های جنگی و دیگر تسلیحات نظامی به ارزش بیش از 20 میلیارد دلار به اسرائیل را تصویب کرده است. نفتالی بنت، نخست وزیر پیشین اسرائیل، به نیویورک تایمز میگوید که او معتقد است اسرائیل نتوانسته به علت اصلی تهدیدات منطقه‌ای که با آن روبروست رسیدگی کند و در عوض با مبارزه با گروه‌های نیابتی حکومت ایران به جای مقابله با خود تهران مشغول شده. وی با استفاده از مقایسه‌ای که معمولاً بین حکومت ایران و اختاپوس استفاده می‌شود می‌گوید سر اختاپوس بسیار ضعیف‌تر، آسیب‌پذیرتر و ضعیف‌تر از بازوهایش است و می‌پرسد پس چقدر احمقیم که با بازوها وارد جنگ می‌شویم در حالی که می‌توانیم با سر درگیر شویم. احمد عبدالهادی، نماینده جنبش حماس در لبنان، اعلام کرده که این جنبش در مذاکرات آتش‌بس غزه که قرار است روز پنجشنبه در دوحه یا قاهره برگزار شود شرکت نخواهد کرد. عبدالهادی در اظهار نظری رسانه‌ای توضیح داد که اگرچه حماس به طور کلی مخالف مذاکرات آتش‌بس نیست، اما این مذاکرات اکنون امکان پذیر نیست، زیرا بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، علاقه‌ای به دستیابی به توافق برای توقف کامل جنگ ندارد. قاچاق اشیاء تاریخی و عتیقه در سایه فقدان محافظت اصولی از آثار و محوطه‌های تاریخی ایران به شکل فزاینده‌ای در حال گسترش است. سوداگران به راحتی در فضای مجازی فروش آثار تاریخی را تبلیغ می‌کنند و هر روز اخبار جدیدی از کشف آثار تاریخی در گوشه و کنار ایران شنیده می‌شود. در یکی از آخرین خبرها، اسماعیل سجادی، مدیر کل میراث فرهنگی بوشهر، خبر داد که دو صورتک طلا به همراه مقادیری ابزارالات دیگر مانند یک دستبند طلا، یک کاسه مسی و یک مجسمه از یک باند قاچاق اشیاء تاریخی کشف شده است. اصالت آثار تاریخی کشف شده به استان‌های جنوبی ایران باز می‌گردد و قدمت دو صورتک طلا هم بیش از 2000 سال تخمین زده شده است. مدیر کل میراث فرهنگی بوشهر گفت که این دو صورتک به دوره پیش از هخامنشی و اواخر دوران اعلامی باز می‌گردد. به گفته یه مدیر کل میراث فرهنگی بوشهر، این افراد در حال معامله اشیاء عتیقه برداشت 20 میلیارد تومان بودند که در بندر گنابه رصد و سپس در حین معامله در شیراز دستگیر شدند. بینندگان ارجمند، به پایان بخش خبر رسیدیم. سپاسگزارم از شما عزیزان که تا این لحظه با ما همراه بودید و تشکر میکنم از همکارم در اتاق فرمان آقای شهرتی. روزگار خوشی رو براتون آرزو میکنم.